من همونم، همیشه از همه فراری، که جز شما نداره یاری. شاید منو به جا نیاری، مهربونم، بازم برات غزل سرودم. نگی به یاد تو نبودم، تو این تموم تار منو از خودم نرونم، بذار عاشقت بمونم، بذار تا نفس دارم از تو خوبیات بخونم. قصه خوردم اگر که قلب تو شکستم، به پام نشستی و نشستم، رو خوبیات چشام و بستم. اگه مردم بیا نگن صاحب نداره، این رسم تلخ روزگاره، نزار چشات برام بباره، نزار چشات برام بباره. اگه عاشقی حقیرم، اگه حقم بمیرم، بذار وقت جون دادن دست و نگرم تو بگیرم. آقا جون دردت به جونم، آقا جون مهربونم، آقا جون دردت به جونم، آقا جون مهربونم. حاج اصغر آقا از این بر تشریف بیارید. حاج اصغر آقا از اون بر بیارید اینجا بیستید، همینجا همینجا بیستید روبروی من، یکم بیارید جلوتر. حاج اصغر آقا خوش اومدید، اینجا آرامگاه ابدی شماست. شما رو دعوت کردیم که انشالله بعد از 120 سال یک بار اینجا رو تجربه کنید و حرفهای آخرتون رو که جایی نگفتید اینجا برای ما بگید. حاج اصغر آقا چه حسی دارین الان؟ این عکس شماست، اینم آرامگاه ابدی شماست، خرماتونم گذاشتیم، سنگهای لحدم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمانتونم پخش کرد.
باکی ندارم، یعنی به خاطر اینکه حضرت حسین رو دارم اصلا باکم نیست. چون من رو با عشق عطرت زاده مادر، من رو شیر محبت داده مادر، شدم از خورد سالی بی اراده ارادتمنده بر این خانواده. نباشد لنگ در محشر کمیدم، که من از دوستان اهل بیت. کار قشنگ شما این بود که نگفته به من آوردین اینجا، چیزی که قرآن فرموده، شارع مقدس فرموده، یه مرتبه است و اومدن ناگهانیه. خیلی خوبه حاج اسخر آقا، الان آماده این که با هم دیگه بریم و اینجا رو یک بار امتحان کنیم؟ من در خدمت شما. میریم راهی که باید ببرنون، چقدر خوبه با پای خودمون بریم. خیلی آمادم بریم. ما گفتم از دنیا سرمایه‌مون فقط مهر حضرت حسین سلام الله و بس، باقی همه هیچ. کار دنیا همه هیچ، فقط مهر حضرات اهل بیت علیهم السلام که اگر بپذیرن اون ذره‌ای که میره به آسمان و کار آفتاب میکنه. و انشالله همین، فقط به لطف حضرات معصومین علیهم السلام و عنایتی که آنها در حق بندگانشون دارن. به قولی گفت 40 سال بیش گذشت که من لاف میزنم که از شاکران پیر مغان کمترین من. حاج اسخر آقا من میرم پایین و دست شما رو میگیرم که از این طرف تشریف بیارین، از این طرف تشریف بیارین. حاج اسخر آقا، انا لله و انا الیه راجعون. خداوند رحمت کنه شما رو و همه شیعیان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو. این که میگن انا لله و انا الیه راجعون، شما کجا میخواین برگردین؟ لا اله الا الله. بازگشت همه به سوی خالق. من امیدی که دارم فقط به لطف و مرحمت و بخشش خداوند عالمه. چون اگر سرکشی کردیم در برابر خالق، این از روی شعور نبوده، قطعا از روی شعور نبوده. و اگر حضرت حسین سلام الله علیه نبود و حضرات معصومین نبودن، قطعا همین هم که از سیم نبودیم ما. اگر گناهی از ما مرتکب شدیم، که قطعا شدم مرتکب گناه، قطعا شدم، ولی از روی لجبازی نبوده، از روی سرکشی نبوده. و با استغفر الله ربی و اتوب الیه، و باز عرض کردم با تمسک و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام زندگیمون رو گذراندیم. ولی اینجا سخت، اینجا فمن یعمل مثقال ذره خیر یره است. از خراب از وقتی اومدی سرت پایینه، بیا و تو چشم بیننده های ما نگاه کن، بیا و تو چشم شیعان امیرالمومنین نگاه کن و بگو این عشق ها خونبهای عمر رفته من است. بگو که این عشق ها رو برای
آقا امام حسین با عشق ریختم. سرتو بالا کن، افتخار کن به این حال قشنگه. سرتو بالا کن و بگو. البته قطعا همینه، ما تو امام حسین رو داریم، سرامون بالا. قطعا همینه، ولی یه چیزی که تا به حال نگفتم از شب اول قبری که قبلا رفتم و مزهش رو چشیدم، تقریبا شاید نزدیک به 30 سال پیش بود که عجیب فکر شب اول قبر و برزخ بودم. شب در عالم رویا قبل از آن صبح بود. خواب دیدم مردم و جالب این که قبل از این که منو بذارن تو قبر گفتم اجازه بدید دو بیت شعر بگم برا سنگ قبرم. نگر داشتم و این دو بیت رو همونجا در مردنم گفتم. ای رفیقان که بر سرم آیید، به خود آیید و لحظه بشمارید. بعد من نوبت شما آید، کس چه داند به لحظه شاید. من گذاشتن تو قبر، پوشوندن قبر رو، خیلی تنهایی اذیت شدم، عجیب وحشت داشت. یه فریاد زدم که چرا نمیان به حساب من برسه. صدایی رسید به گوشم که صبر کن بیچاره، به حسابت میرسه. بیشتر نگران شدم وقتی اون صدا گفت بیچاره صبر کن، بیشتر نگران شدم. یا حسین شاید اصلا زنده موندم که اینو بگم و شما بشنوید. در همون حال اون بیچارهایی که صلوات رو نیمه کاره میفرستن، تو همون حال یه صلوات بر محمد و آل محمد فرستادم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همون صدا باز بهم گفت که صبر کن، حساب صلوات ها رو نرسیده بودیم. مجدد بعد از خیلی مدت کوتاهی صدا بهم گفت خوشحال باش، بهت بشارت میدیم که صلوات رو حساب نکرده بودیم. بدهکاری تمام شد و خوشا به سعادت. که از خواب بیدار شدم، همین جمله رو خدمت یکی از آیون مراجعی که خدا رحمتش کنه من عرض کردم، فرمود خیلی تفحص کردم خودم. ذکری مثل ذکر صلوات بر محمد و آل محمد نیست و پیدا نکردم من. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بعد از اون گریه بر قربت حضرت حسین سلام الله علیه که هیچ چیز برابری نمی کنه با یک قطره عشق برای عذاب و قربت حضرت حسین و اصحابش سلام الله علیه اجمعین. اینجا آرامگاه ابدی شماست. ما میخواییم اینجا رو تبدیل کنیم به حسینیه، میخواییم اینجا رو تبدیل بکنیم به منبر آقا امام حسین، میخواییم ذاکر اهل بیت آقا امام حسین برامون روزه بخونه، برامون اون حرفایی رو که میخواد با آقا امام حسین بزنه رو اینجا با اون مدعی خودش بگه، اینجا رو حسینیه کنه. حاج اصغر آقا. السلام علیک یا ابا عبدالله، خوش به حال اون که وقت بی کسی یارش تو باشی.
لحظه مردن. حسین جان یار و غمخوارش تو باشی، از سر بستر نمیخواهم که دیگر پر بگیرم، هر مریضی را که در بالین پرستارش تو باشی. اگه بنا بشه اذنم بدن شب اول قبرم روزه بخونم، روزه ای میخونم که امام زمانم دلش گنجام، الله اکبر. چه عجیب بود برای حضرت حسین، ایستاد یه گوشه ای از میدان، دیگه خسته شد، تکیه زد به نیزه غریبی، هل من ناصر ینصرنی، ابن سعد نانجیب گفت کسی هست جواب حسین رو بده، ارمله تیری پرتاب کرد بر سینه حسین، زین فتاد و سر به روی خاک برنهاد، خاکم بزن تو به روی خاک سر نهاد، هر جا که سر گذاش بر آن ریگ‌های گرم، از تاب رفتم باز به جای دگر نهاد، از بس نشسته بود بر او تیر چارپر، چون مرغ پر شکسته سری زیر پر نهاد، داغ برادرش کمرش را شکسته بود، داغ برادرش کمرش را شکسته بود، برچید جامه را و به زیر کمر نهاد، به نفسی انتوام یا اهل بیت نبوه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا. اسقر آقا، شما شب اول محرم کجا تشریف دارید؟ من 15 سال تقریبا که خیلی ببینن بچه هایی کربلایی مقیم کاشون، که من شب اول محرم رو من تو را عرض میکردم با آیون که 15 سال من هرگز نه سینم گرفته، هر چی هم خوندم نه خسته شده، چون شب اول محرم هر سال میرم حسینیه کربلایی ها و مینشینم، اول یه سر سوزن از تربت حضرت سید شجاع رو خودم و آیونی که هستن هممون میخوریم و بعد روزه رو شروع میکنیم، و هرگز دیگه برام گرفتگی سینه نبوده. بذارید من یه نکته ای بگم به بیننده هامون که حاج اصغر آقا یه زمانی صداش میگیره و صداش دیگه در نمیاد. قصتشو برامون تعریف کنید حاج اصغر آقا. عجیب بود، من شب تاسوعایی بود سینم گرفت، خیلی فریاد زدم، گفتم یا ابوالفضل و یا ابا عبدالله،
اگه این سینه فردا باز نشه هرگز دیگه براتون نمیخونم. یعنی اگه باز بشه بعد از تاسو عاشورا که دیگه فایده ای نداره و لذا دیگه هرگز نمیخونم. اون شبم عجیب بود، شب عجیبی بود برام و صبح که شد فکر میکردم سینه باز نشده. الله اکبر از لطف حضرت حسین. علاوه بر این که باز شده بود دیگه از اون به بعد گرفتگی که هرگز، ولی خب عرض کردم شفا در تربت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و هر سال نه در مواقع غیر از عاشورا و محرم، چون زیاد نمیخوام خیلی دور و بر این قضایا برم و از تربت فقط همون مرده زنده کردن کار تربت حضرت حسین، چه مرده روحی باشه چه جسمی، من فکر میکنم در حد خودم حتی روحم رو تربت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه زنده کرد. حاج اسقر نقطه سر خط، فرصت تمام. شما الان 3 دقیقه وقت داریم. 3 دقیقه وقت داریم. از اولین کاری که میکنید چیه؟ فقط باید بنشینم روزه برای حسین بخونم. بهترین مردن اینه که از لحظه ای که اصلا همیشه باید 3 دقیقه باشه برام، همیشه یه عمرمون. و این رو بدونید که اونی که گریه میکنه برای حضرت حسین علاوه بر مزد اخرویش و عزیز شدنش تو اون طرف، به چشم مردم دنیا هم عزیز میشه. آی گریه کن آی حسین، به خدا شما تو دل مردم جا میگیرید. وقتی یکی از مزهای دنیوی گریه بر حسین همینه که پیش مردم اولین جایی که عزیز میشید پیش مردم دنیاست با گریه بر حسین سلام الله علیه. حاج اسقر آقا فرصت ندارید دیگه، اما دلتون میخواد یک کاری که نکردید رو انجام بدید. اون چه کاریه که فرصتتون تمام شده و اون کارو نکردید؟ باز گریه کم بر حسین بوده. یعنی باید تا لحظه آخر، دلم میخواد شب اول قبرم قبل از اینکه بیان اون دوتا ملک بیان برای سوال جواب، اول یه روزه حضرت حسین برام بخونن، بعد سوال رو شروع کنن. لا اله. حاج اسقر آقا اگه امسال محرم بگن نیستی؟ نه خدا نیاره، خدا نیاره. یعنی به تأخیر بندازه حداقل تا 40 حضرت حسین رو یه مرتبه دیگه. از همین میترسم که نباشم گریه کنم روز تاسوعا، روز عاشورا و 40، و کاری براشون نداره که تأخیر بندازن بعد از 40. حاج اسقر آقا اگه بگن یه نامه‌ای بنویس که همراه خودت توی کفنت بذارن، چند تا کلمه چی می‌نویسی؟ خیلی عجیبه. حالا شاید بعضن خیلی کم کسی باشه که اونایی که می‌بینید اینجا به خدا خونه آخره. یعنی الان که من اینجا نشستم واقعا از لحظه ورودم مردم به خدا به من نگفته بودن چی کار میکن انجام بدن، ولی برام خیلی عجیب شد. ولی این رو دارم میگم که اینجا فقط حسین، هیچی نیست تو دستم. یعنی با یه دست خالی، نه نمازم رو نماز میدونم،
نه روزه هم روزه بوده، هیچ، فقط دست خالی و فقط به عشق حضرت حسین. و امیدم همینه که همینجا، حرفی ندارم، همین الان که دارن برنامه رو میگیرن برای شما که ببینید، رضایتم هم کامله، هیچی هم ندارم که از دست داده باشم غیر حضرت حسین تو دنیا، که خدا نیاره اون روز رو که حضرت حسین رو از دست بدم. انشاءالله تا لحظه آخر ذکر حسین و اولین ذکرم در شب اول قبر نام حضرت حسین و اولین نامی که در قیامت بر زبونم جاری میشه نام حضرت حسین سلام الله علیه. حاج اسقر آقا، دوست دارین سنگ قبرتون، روی سنگ قبرتون، روی سنگ مزارتون چی بنویسن؟ خیلی علاقم همینه، چون بعدن انشالله همینو میبینن و انجام میدن دیگه، که بنویسن کلب آستان حضرت حسین سلام الله علیه. و غیر از اون دو بیتی که اول خوندم، دو بیت دیگه تو وصیت نامم نوشتم که انشالله اون رو سنگ قبرم بنویسن انشالله. سنگ قبرتون یا سنگ مزارتون دوست دارین چه رنگی باشه؟ سیاه یا سفید؟ اگر سیاه باشه دلم خوشه، که دلم رو برای حضرت حسین سلام الله علیه سفید کردم و برام اون دیگه مطرح نیست سیاهی و سفیدی سنگ. ولی باز عرض کردم بچه های شبکه بزرگواری کردن، یه تیکه از اون سنگ های مرمر کنار زری مطهر حضرت حسین رو بهم دادن، که اونم گفتم انشاءالله بذارن روی سنگ قبرم، یه جوری جاسازی کنن و بذارن اینجا. کربلایی اسقر فتاحی، من چند واژه میگم، شما بلا فاصله حستون نسبت بهش بگید. عشق، حسین، عشق سار الله عاقل پرور است، هر که عاقل شد ز لطف داور است. بی بی رقیه، جونم قربونش، که هر شب گرسنه بود، هر شب گرسنه بود ولی سیر گریه کرد. امام رضا، سلطان همه عالم، رؤوف اهل بیت علیهم السلام، که باز همین دارم که خانه آباد، خانه ات آباد، نکند یاد ما بری از یاد. خسته هم خسته، دستم گیر، منو آیم رها به جان جواد. ارباب بی کفن، حسین، حسین، ای غم عشقت سرآمد غمها، کسی به سوز دلت غیر داورت نرسد. کربلا، کعبه عشق، کربلا و کعبه عشق، الله اکبر. حاج اسقر فتاحی، این فقط حضرت حسین امضا کنه نوکری ما رو، به همه عالم میچربه، یه نگاه حضرت حسین سلام الله علیه به همه نگاه های عالم میارزه. نمیدونم چرا به دلم افتاد ولی آقا امام حسن مجتبی، قریب مدینه، قریب مدینه، یعنی عشق حضرت زهرا سلام الله علیها و عشق حضرت حسین سلام الله علیه،
امام مصطفی عجیب قریبه، یعنی گاهن تو کربلا یه وقتی تنها که میشم میگم قربونت امام حسن. درسته تو خونه خودت تو مدینه ای، ولی خیلی غریبی و کریم اهل بیت سلام الله علیه. و فرصت تمام. ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، او به سر منزل رسید و ما هنوز آواره‌ایم. او به سر منزل رسید و ما هنوز آواره‌ایم. حاج اصغر آقا، ما معمولا خرما تعارف میکنیم به رفقایی که حضور پیدا میکنن در این آرامگاه ابدی. شما هم یه خرما بردارید تا من بهتون بگم این خرما چیه. این خرما خودتون. معمولا بعد از این که عزیزانشون رو به آرامگاه ابدی میسپارن خرما تعارف میکنن، ما هم خرمای شما رو به خودتون تعارف میکنیم. میل بفرمایید. من همینطور که شما میل میفرمایید سوال آخرم رو از شما بپرسم. حاج اصغر آقا، دوست داشتیم که چه سوالی ازتون بپرسم که ازتون نپرسیدم و دوست داشتیم توی این فضا از شما پرسیده بشه. چطور بمیرم؟ کجا بمیری؟ کجا بمیرم؟ بگو بگین برامون بگین. دوست دارم کنار حرم حضرت سید شدا باشم. اگر نشد پای منبر حضرت سید شدا باشم سلام الله علیه، که همینطور که چند نفر از مدعیان بزرگوار رحمت الله علیه ما پای منبر همینطور که میگفتن حسین جون از قفسه سینه‌شون اومد بیرون، و دلم میخواد از لطف حضرات معصومین همینطور باشه، حداقل اگر تو بهشت رو بهشت روی زمین نبودم، یعنی کربلا و تو حرم حضرت نبودم، پای منبر حضرت سید شدا سلام الله علیه باشم، اونجا جون از قفسه سینم بیاد بیرون. و آخرین ذکر و نامی که از دهنم بیرون میاد نام حضرت حسین سلام الله علیه باشه انشاءالله. وصیت کردم هنگام مرگم حسینی ها همه پیشم بمانی، کنار یاسین و فرقان و رحمان برایم قدری عاشورا بخوانی. وصیت کرده ام هنگام مرگم به یاد اصغرش آبی ننون شام، کفن نه بوریا نه دوست دارم، لباس روزه هایش را بپوشم. وصیت کردم هنگام مرگم برایش مجلس ماتم بگیری، به دور من نشینید و برایم شبیه روزه هایش دم بگیرید.
گلی گم کرده ام، می جویم او را به هر گل می رسم می بویم او را. گل من یک نشانی